سلام مرامی رای ما محمد نصیر فیض بیت فقم کرم لا یک صد میزبانی برنامه هستیم. بحث دوامدار شدن انتخابات یک بحث بسیار خسته کننده در افکار عامه است. بر رسانه هم ناگزیر هر روز به خاطر کنجکاوی روشن شدن چگونگی ای پیچیدگی در افکار عامه تلاش دارند تا جوابای حداقل قانع کننده را بر مردم بگیره. هنوز معلوم نیست که مفکوری هر دو تیم رقیب یا دیدگاه دو تیم رقیب نسبت به بحث قانونی و نسبت به بحث سیاسی چیگونه رنگ میگیره، چیگونه مسیر میگیره. اختلاف نظرها هم در دو تیم، هم در تیم تحول و تداوم در اعضای رهبری و هم در تیم اصلاحات و همگرایی نسبت به چگونگی ایجادی توافق و چگونگی رنگگیری تدامی توافق جریان داره. بحث بسیار خسته کن تکنیکی که هم بیشتر بررسی و تفتیش ها را در بر میگیره، هر روز با توقف و جنجال ها روبرو است و بیشتر در افکار آمه ایره توجیه کردن به یک جنگ زرگری بر رسیدن به موضوعات سیاسی یا توافقات سیاسی در کل. حالا یک بحث بسیار جدی، بحث قانونمند بودن یا ارجحیت موضوعات قانونی در ای فرایند یا هم دیدگاه ها یا توجیهات سیاسی نسبت به رویدادهای انتخاباتی افغانستان است. برنامه امشب رای روی موضوع اختصاص یافته و مهمان که در بحث با ما هستند و میخواهیم که این موضوع را از نظر قانون و از نظر دیدگاه سیاسی به اونا بررسی بکنیم، دکتر عبدالکبیر رنجبر، رئیس اتحادیه سرتاسری حقوقدانان دموکرات افغانستان، که حضورشان خوش آمدید میگم. بسیار خوش آمدید. حالا اولین سوال آقای رنجبر، تعریف شما از مجموعی این روند از آغاز و توافقنامه و ایجاد حکومت وحدت ملی تا سر و صداهای چانامیز دو تیم چی است؟ چقدر وفق داره با مسائل قانونی و چقدر هم زیاد ترجیحیت داده شده دیدگاه سیاسی؟ امی پروسه را من از اول بسیار دقیق تعقیب میکنم. اول اصلا بسیار غیر طبیعی است که ای بسیار طول کشید. معمولا در تمام کشورها فقط در مدت یک روز دو روز نتایج معلوم میشه، برای اینکه ناظرین هر دو تیم در تمام محلات رایدهی حضور داشتن و امی برگه های نتایج امضا کردن و هر کس میفهمه و میفهمید که کی موافق است کی موافق نیست. و اما این مشکل ایجاد شد. شرایط جامعه ما امی قسم است که بسیار با مشکل یک روند قانونی تا آخر قانونمند به پیش میره. با کمال تاسف تمام مباحثات هم که دمی رسانه ها هم صورت میگیره از جانب هر دو تیم، علی رغم از اینکه من بسیار دوستای خوب در بین هر دو تیم دارم و اینا در رسانه ها حضور پیدا میکنن، عمدتا امی مباحثات شکلی و تکنیکی است، فاقد محتوای قانونی و حقوقی است. اگه اینا یک مرتبه هم دقت میکردن به محتوای قانونی قضیه و حقوقی قضیه، امکان داره به سرعت این مشکل حل میشد. این عمدترین مشکل تمام میرمند در طول امی چهار ماه هست. و خود آمدن جانکیری و مداخله در امی پروسه بقیده ما یک مشکل بسیار کلان حل کرد که او اونم تنش بسیار جدیه که با وجود آمده بود او فروکش کرد و حداقل یک موافقت بود که اینا پذیرفتن که تحت نظارت یونما ملل متحد اگر رای پاک از ناپاک جدا شوه نتیجه را میپذیرن. این بسیار یک موافقت بزرگ بود. اینا تعهد در برابر جامعه جهانی کردن در واقعیت که در اونجا ایالات متحده امریکا در اساس تقریبا اکثرت سفیرای کشورهای دیگه در این پروسه داخل بودن و عمدتر از همه یونما که ملل متحد است و تعهد در برابر مردم افغانستان کردن، برای اینکه رهبرای هر دو تیم اینا اعلان کردن که ما نتیجه را میپذیریم. یعنی ما از یک درک خاطر جمع شدیم که در صورت جدا کردن رای پاک از ناپاک رئیس جمهور مورد پذیرش هر دو تیم قرار میگیره و مشروعیتش کامل میشه و در آینده امکان به وجود آمدن تنش نیست. و اما خودی
مطرح کردن یکی بخش تکنیکی است چیزی که مرز کردم بخش سیاسی موضوع تا حدود زیاد مشکل ایجاد کرده و امیروند از قانونیت و از حاکمیت قانون خارج کرده به طور مثال خود آقای کیری این موضوع را مطرح کرد که باید یک حکومت وحدت ملی ایجاد شود این واقعا از طرف همگی ما استقبال شد هیچ کس مخالف ایجاد وحدت حکومت وحدت ملی نیست و اما چگونه حکومت وحدت ملی چی قسم محتوا خواهد داشت حکومت وحدت ملی اینی اصلا مسئله بسیار عمده است من که از رسانه ها میبینم تقریبا هر دو تیم بعضی وقتا هم تیم دکتر عبدالله عبدالله و هم تیم دکتر سبشغفنی احمدزی امو سخنگوهای از اینا، مبصرین از اینا، طرفدارای از اینا اینا اشتباهات رو مرتکب میشن که از چوکات قانون خارج میشن مشکل آقای رنجبر چیگونگی نو نگاه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و دو نامزد بیشتر بر بود سیاسی و عنوان نفس قضیه است تا بود تکنیکی حالا در تظاهر یا در افکار آمد بحث تکنیکی ارجه دانسته شد تا بود سیاسیش اما برگه ها و فروات به حد مورد توجه دو تیم هست که مردم فکر میکنن که بحث تکنیکی و تفتیش آراوی ها همه جنگ زرگری است به خاطر رسیدن به چانزنی های قدرت سیاسی که در بین دو تیم جریان داره چی فکر میکنین که تعریف چقدر میتونه منطبق باشه با اون واقعیت های اینی جامعه که بیشتر سیاسی رنگ میگیره قضایات حقوقی و قانونی ببینین اگر چانزنی ها هم وجود داره در بخش تکنیکی بارها همین موضوع مطرح شده که باید یک توافقنامه امضا شود تا خاطر همگی آسوده شود در ارتباط با این بود سیاسی منظور یعنی همه مشکلات و دشواری های هم که در بود تکنیکی ایجاد میشه عمدتا ناشی از همین انگیزه است که سرنوشت آینده ما چی قسم میشه سرنوشت افراد مطرح است اینجا ملت و مردم افغانستان فراموش شده قانونیت و مشروعیت یک نظام از نگاه بود قانونیش فراموش میشه ببینید ما مسئله که بسیار مهم است فوق العاده مهم است امی پذیرفتن حکومت وحدت ملی است تفسیر از این دوگانه است ببینید بقیده ما حکومت وحدت ملی که روی جزئیاتش هیچ نوع توافق صورت نگرفت وقتی که آقای کیری آمد فقط مطرح شد که باید یک حکومت وحدت ملی ایجاد شود که طرف مقابلم در حکومت شریک شود منظور از این پیش ما ای است که یک حکومت وحدت ملی به مفهوم وسیعش ایجاد شود نه به مفهوم محدودش به مفهوم وسیعش ایجاد یک حکومت وحدت ملی یک پروسه دموکراتیک است منظور این است که یک تیم رقیب محروم نشه است شامل شدن در قدرت و اما ای به هیچ به این مفهوم نیست که در انحصار از اون تیم قدرت سیاسی در آورده شود منحصر شود به این دو تیم این نهایت خطرناک است تعبیر حکومت وحدت ملی به مفهوم محدودش است حکومت یعنی منظورتون تقسیم قدرت بر اساس یک توافق سیاسی امضا شده توافق سیاسی امضا شده که بین دو تیم میشه این نهایت خطرناک و غیر دموکراتیک است به خاطر اینکه حکومت وحدت ملی به مفهوم وسیعش ای است که باید بر مبنای قوانین نافذی افغانستان حکومت بالاخره تشکل پیدا کنه اگر در این 13 سال نبود ابو وعده را که دکتر سب عبدالله عبدالله به مردم افغانستان داده که ما دقیقی را شنیدیم وعده را که دکتر سب شفنی احمدزی داده که ما قانونمند خواهد ساختیم حکومت بر مبنای معیارها ایجاد خواهد کردیم حکومت بر مبنای شایستگی ایجاد خواهد شد و این حکومت آینده و حکومت کارا خواهد بود در این قسمت هر دو تیم یک قسم به مردم افغانستان وعده دادن ایناله اگه منصر به این دو تیم میشه این حکومت آینده این مخالف ماده 22 قانون اساسی است برای اینکه در اونجا صراحت داره یکی از اساسی ترین حقوق اتباع افغانستان است که هر نوع امتیاز و تبعیض در بین اتباع افغانستان مجاز نداره جواز نداره اتباع افغانستان یک نقطه خوب اشاره کردین آقای رنجبر بزن از اینکه بر مواد قانون اساسی افغانستان میریم هرچند در کنفرانس مطبوعاتی که در نشست سه جانبه با استاد جانکری از جانب هر دو تیم و خود آقای جانکری بیان شد اظهارات بحث نخست وزیر
یا بحث صدر اعظم یا این موضوع به گونه کلی رای نشد. بیشتر گفتن که این انتخابات بازنده ای نداره و حکومت وحدت ملی ایجاد خواهد شد و هر دو طرف، هر دو تیم در ساختار حکومت سیاسی بعدی نقش خواهد داشتن. چیزایی که توافق شده، چیزایی بسیار سری و پشت پرده و زیادم گیج کننده است، هم برای مردم هم برای تحلیلگرای سیاسی. حالا گفته میشه که در چانه‌زنی های بعد از اون نشست بین دو تیم، چیزایی که در پشت پرده جریان داره، یک دوباره نشست هم از طرف هر دو نامزد در خانه یکی دیگه‌شان شد، بیشتر اختلافات روی تقسیم قدرت سیاسی به میان آمده. یک طرف تاکید داره روی چگونگی حکومت پارلمانی و تفویض صلاحیت رئیس اجرایی به مثابه صدر اعظم یا رئیس قوه اجرایی افغانستان، و یک نوع بحث قانونی قسمی که شما مطرح کردین بیشتر سرش تاکید داره که بعد از تشکیل حکومت باید سرش گفتگو شود. این اختلاف نظر در لایه های رهبری هر دو تیم هم به وجود آمد. ما گفتگویی را که با آقای قطب‌الدین هلال داشتیم، هم جدا ناراض بود از دکتر سپه شفقنی احمدزی و هم احمدزی مسعود روز گذشته اظهارات بسیار تنده داشت در ارتباط که سر و صدا را ایجاد کرد. چی فکر میکنین که این اختلافات پشت پرده و این جار و جنجال های بعد از نشست سه جانبه تا تلفن امروز آقای باراک اوباما خواد تانست چیزی را که در او نشست درهای بسته و پشت پرده روش تفاهم شده تطبیق کنه، یا حداقل این نشست فرجام برای ساختار سیاسی بعدی افغانستان خواهد داشت یا مشکلات بسیار زیاد خواهد شد؟ ببینید، نمی نفس قضیه است، چیزی که ما را هم ناراحت کرده. یک موضوع را ما باید عرض کنم، هر نوع توافقات پشت پرده بالاخره روی پرده ظاهر میشه، بالاخره مردم افغانستان از واقف میشه. برای ما نتیجه مهم است. اینی نتیجه نمیتونه از چوکات قانون اساسی افغانستان بیرون بره. چرا؟ عرض ما چی است؟ اول این کاری که رئیس جمهور عبدالله اگه اکثرت گرفت، این میکنه که تحلیف یاد میکنه در روزی که انتقال قدرت به عبدالله صورت میگیره، که او سر قرآن عظیم شان دست میمونه که ما از قانون اساسی حراست خواد کردم. این چگونه میتونه شده که حکومت ازی مبتنی به نقض اساسترین مواد قانون اساسی شود؟ امی قسم دکتر سپه شفقنی احمدزی در عین موقف قرار داره، او قسم میخوره که من قانون اساسی را مراعات خواهد کردم و از او حراست خواهد کردم. در ماده 64 قانون اساسی بند اولش وظیفه رئیس جمهور است که از قانون اساسی حراست کنه، اولین وظیفه ایش است. ببینید، این بسیار مهم است، هم مسئله شرعی و دینیش و هم مسئله دنیوی و مدنیش. در هر دو صورت اینا مکلف به تطبیق قانون اساسی است. در منشوری که دکتر سپه شفقنی احمدزی تعلیف کرد، پروگرامی که او داشت، عین پروگرام در این ارتباط تعهد به قانونمند شدن دولت، دکتر سپه عبدالله هم داشت که اینا گفتن که ما قانون تطبیقات کردیم. اولین سند بزرگی که هویت ملی ما را تشکیل میده قانون اساسی است. اگر او نقص میشه، خوبای به حال ما هستند. ما بالاخره باز دهمو چای افتادیم که بودیم. اینا لامدیم بی که چرا نقص میشه. ما بیشتر شروع کردم در ارتباط به استخدام. ماده 50 قانون اساسی صراحت داره که اتباع افغانستان به اساس اهلیت، به اساس اهلیتی سری ماده قانون اساسی، به اساس اهلیت بدون هر نوع تبعیض بر اساس احکام قانون استخدام میشه در دولت. اینا امی حکومت وحدت ملی به مفهوم محدودش تمام اقشار و تمام اتباع افغانستان که خارج از این دو تیم هستن، اونا را محروم می سازد. اول سر مسئله عمده دیگه، مسئله که بسیار مهم است در ارتباط به حکومت وحدت ملی، ببینین اینی دو تیم با هم شریک شدن، قسمی که در رسانه ها ما می بینم عملا شنیدیم که 50% باید اینا شریک باشن. این اصلا حکومت نفاقی ملی شد. به هیچ صورت این منتج به وحدت ملی نمیشه. برخلاف، ما نهادی نمیسازیم نفاقی ملی را. درمی تقسیم قدرت به اساس 50% 50%. برای از اینکه اونم مسئله شرکت، مسئله سهامی است. سهم میدیم 50% به او، 50% به من. از چیزی که هر دو تیم
در وقت کمپین انتخاباتیش وقتی که ما به اونا رای میدادیم اینا تعهد سپردن که ما هیچ وقت ائتلاف نمی کنیم، حتی هیچ وقت شرکتی سهامی نمی سازیم و حکومت ما فقط مبتنی بر اهلیت و لیاقت خود بود که اون مسئله مادی 50 قانون اساسی است، بر مبتنی به او از اون چوکات خارج نمیشیم. حال اینا این مواد قانون اساسی رو نقض کردن مطلق. اینا وقتی که این حکومت به این شکل ساخته میشه، این ساختن حکومت وحدت ملی از بالا است. قبلا به مفهوم وسیش که من عرض کردم ساختار تشکل حکومت وحدت ملی از پایین بود. تمام اقشار و اقوام مناطق افغانستان، متخصصین، روشنفکرا، جایی که اهل کار بودن، اونا مساوی حقوق داشتن. در واقع بحث را که آقای رنجبر، بحث را که آقای منوی در گفتگو با ما داشتن با عنوان مشاور انتخاباتی تیم دکتر عبدالله، اونا گفتن توافق بسیار جدی شده، این گفتگوها بسیار به گونه جدی مطرح شده که بازنده انتخابات، رئیس بخش اجرایی با دادن تفویض صلاحیت ها از جانب رئیس جمهور، صلاحیت ها هم صلاحیت هایی که صدر اعظم داره تا تعدیل قانون اساسی، و همزمان رئیس اپوزیسیون خواهد بود و نرسیدن به این میتونه مشکلات جدی را در فرآیند ایجاد کنه، تعهد شکنی ها و بازم یک زنگ خطر رفتن یک حکومت دیگه. فکر میکنین که چقدر اگر این عملی نشه، اظهارات که او تیم زیاد سرش تاکید میکنه یا او تیم اصل یا نفس توافق سه جانبه میدانش روی از او عمل نشه و این چون ازنی ها دوام کنه که تا بار ربیش ها دوام کرده، چقدر میتونه خطر دیگه باشه، یک زنگ خطر دیگه باشه؟ ببینین فقط برای تکمیل امو طرح و تیزیس قبلی خود فقط دو جمله عرض میکنم که ساختار حکومت به وحدت ملی به مفهوم محدودی از این از بالا وجود می مبتنی به سلیقه های افرادی است که در این معامله شریک میشن. اینا امو افرادی را در این حکومت شریک میکنن که به اینا وفادار هستند دیگه شخصی. هیچ وقت از این محدود خارج شده نمیتونن برای اینکه مثل زنجیرات بالا با پایین میره. اگه وقتی که یک پروسه غیر دموکراتیک میشه، غیر دموکراتیک، او نمیتونه که باز به مشکل تا پایین پیش نره. وزیر رئیس به اساس وفاداری تعیین میکنه، رئیس مدیر به میسب تا پایین، از بالا تا پایین. به مفهوم وسیش دموکراتیک بود که من پیشتر عرض کردم که با حقوق مساوی همه اشتراک میکردن. اینا لمدم در ارتباط به این سوال مشخص شما که بسیار دلچسب و مهم است. من نهایت احترام دارم به آقای معنوی، از من دوست ما هم است، این معاون قاضی القضات هم بود یک وقت و در مسائل حقوقی تا حدود میفهمه. من متعجب هستم از این که چطور این میتونه این مطرح کنه که یک کسی بدون آوردن تغییر در قانون اساسی میتونه رئیس قوه اجرایه شود. ببینین نظام تغییر میخواد. نظام ما ریاستی است. عمدترین اصل نظام جمهوری اسلامی. آقای معنوی نگفت که آقای معنوی گفت که رئیس قوه اجرایه بعد از تعدیل قانون اساسی، قبل از او تفویض صلاحیت ها از جانب رئیس جمهور و همزمان رئیس اپوزیشن یا رئیس اپوزیشن. همینم عرض میکنم که به هر طریقی که شود، از طریق انتقال صلاحیت یا قبل از تغییر در قانون اساسی، رئیس جمهور نمیتونه این کار کنه. این نظام تغییر میده. خود رئیس جمهور باز در نقض قانون اساسی عمل میکنه وقتی که صلاحیت تفویض کنه. اول خود این موضوع رو عرض کنم که رئیس جمهور خود ازمی بسیار برای ما چی بود، دلچسب بود که شخصیت های مثل آقای معنوی، یک تعداد بزرگای دیگه ما چند باری را گفته که این ممکن است که رئیس جمهور یک بخشی از صلاحیت خود انتقال بده. غیر ممکن است. این الفبای حقوقی را که کس در او وارد باشه، صلاحیت ها و وظایف در یک ماده آمده که ماده 64 است، وظایف و صلاحیت ها، او غیر قابل انتقال است. 21 بند است. هر یکی زیره که ما بخوانم و شنونده شما ای را بشنوه میفهمه که غیر قابل انتقال است. نمیشه که سرقبندانی آلا را رئیس جمهور انتقال بده به کسی دیگه. نمیشه که عفو مجازات محبوسین انتقال بده به کسی دیگه. نمیتونه شده که وزرا را تاییدش تاییدشه ای به کسی دیگه انتقال بده که تعیین وزرا را به کسی دیگه انتقال بده. هر یکی از اینا صلاحیت های مخصوص و ویژه اختصاصی رئیس جمهور است. علاوه بسیار مسئله نزاکت داره و بسیار مهم است که اینی صلاحیت ها وظایف است در این زمان. خوب دقت کنین، در این زمان صلاحیت وظایف است، غیر قابل انتقال است. نمیشه به طور مثال
که در ماده 71 قانون اساسی صراحت داره که حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه میکنه. از که رسری شده میتونه ماده قانون اساسی. حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه میکنه. این صلاحیت اگر رئیس جمهور انتقال میده، این وظیفه ای خود انتقال میده. این خود معاش میگیره از به خاطر از این وظیفه اجرای وظیفه. این غیر ممکن است. هر صلاحیت رئیس جمهور دمی قانون اساسی در این زمان وظیفه است. مثلا به طور مثال اعلان جنگ. این صلاحیت رئیس جمهور است که اعلان جنگ کنه. این وظیفه نیست، صلاحیتش است. مگر اگر یک دولت خارجی حمله میکنه سر ما، این موظف است که میکار کنه. این نمیتانه این وظیفهش میشه. یعنی هر صلاحیت در این زمان وظیفه است، در این زمان از هم جدا ناپذیر است، غیر قابل انتقال است. نه به اساس فرمان، نه به اساس کوم چیز دیگر رئیس جمهور نمیتانه صلاحیت خود به کس دیگر انتقال بده. در غیر از او خود رئیس جمهور نظام تغییر میده، نظام ریاستی را که اصل عمدهش این است که رئیس جمهور در این زمان رئیس قوه اجرایه است، در این زمان کابینه را رهبری میکنه، کابینه را دایر میکنه، او در رأس قوه اجرایه قرار داره. این در قانون اساسی ما در چند ماده اعد شده صراحت داره که رئیس جمهور در رأس قوه اجرایه قرار داره. چطور میتونه که این وظیفه خود که وظیفهش است این به کرزگاه انتقال بده؟ غیر ممکن است. به این مناسبت است که اینا چنه میزنن سر یک چیزی که او صراحت داره در قانون اساسی ما. بله، هیچ مشکلی نداره که قانون اساسی تغییر بخوره، تغییرات و تعدیلات در قانون اساسی به هر وقتی که ممکن است. هر چیزی را که توافق کرد امی نخبگاه افغانستان، او هم میره برای نماینده لوی جرگه. شما هیچ تصوری زیر کردن نمیتونید که فرمایش که یک واسه طویل است. بسیار بسیار جزئیات هم در این ارتباط است که روش باید فوکس شود از نظر قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین افغانستان. اما یک وقفه کوتاه را هم کارهای تکنیکی مشاوره میکنم. بعد از وقفه زود برمیگردم. سلام مجدد برای رای من محمد نصیر فیض به اتفاق همکارای میزبانی برنامه هستم. آقای رنجبر، نقطه مبتنی بر قانون را اشاره کردین و نفی کردین او طرح و تصمیم هایی را که در چانه زنی های غیر قانونی بزم شما مطرح است. حالا یک مسئله پیش مردم گنگ است، مردم هم زیاد نگران هستند. بحث پروسی تکنیکی را مردم بشنوند، یک روز شروز، یک روز بنابر یک اختلاف باز متوقف شد، یک روز شروز، یک روز بنابر توقف باز اختلاف شد. شانزنی های پشت پرده هم به خاطر تقسیم قدرت یک چیز بسیار زیاد عجیب و غریب و یک چیز بسیار زیاد تکان دهنده بر مردم افغانستان است. نمیفهمند که حکومت بعدی چی گونه یک حکومت خواهد بود، چی گونه یک رژیم خواهد بود و همگی خود گم کردند در یک دایره توافقی دو رقیب انتخاباتی. به زعم شما از نظر قانون موارد را مطرح کردین، فکر میکنین که یک چالش بسیار بزرگی هم در سر راه است؟ اختلاف نظر بسیار جدی بین دو تیم در تفسیر توافق سیاسی مبتنی بر قانون یا به نظر شما خلاف قانون اساسی افغانستان؟ اصلا هیچ نوع توافق بقیده ما نمیتونه در نقض قانون اساسی باشه، برای اینکه ما یگانه دستاورد بزرگ ملت افغانستان این قانون اساسی است. به مجردی که از یک مادهش ما برآمدیم هور نقص کردیم، شما به این مطمئن باشین که با بحران بزرگ ما مواجه میشیم. بلیزی که باید میگن خود یک ماده نقص کردیم، ماده دیگر هم نقص میکنیم، ماده دیگر هم نقص میکنیم، به خصوص موادی که بنیاد یک نظام هم میسازه. ببینید، توجه کنین، من پیشتر عرض کردم که نظام ما نظام ریاستی است. اینا لگه ما نظام تغییر میدیم، می حق داریم از این خیانت ملی ببخشین. ما بس به واضح عرض میکنم، هر کسی که ادعا میکنه، ایما در هزار محکمه داخلی و خارجی ثابت میکنم که تغییر نظام است و این در سطح خیانت ملی ارزیابی میشه. مسئله که پیش ما از اهمیت خاص برخوردار است و ایست که چطور ما مردم افغانستان قانع کنیم به اینکه ما این قسم با رای از اونا بازی میکنیم، برخورد با رای از اونا میکنیم. ببینید، افرادی که به دکتر صاحب عبدالله رای دادن، عبدالله به برنامهش رای دادن، من یقین دارم و با امو توضیحاتی که اونو کمپین وسیع و گسترده که در تمام ولایت افغانستان براه انداخت و من خطابه از اینا از این شنیدیم،
مسئله‌ای که برای من نهایت مهم است او همی رای مردم افغانستان است. برای زی که کسایی که برای دکسه عبدالله عبدالله رای دادن اونا با امو اظهاراتی که اینا کردن و تیزیس هایی که مطرح کردن، برنامه هایی که مطرح کردن ده ها میتینگ کلان و بزرگ ده تمام ولایت افغانستان مبتنی به اونو گفته های دکتر صاحب عبدالله عبدالله است، پروگرام و برنامه ایش است. این موضوع دکتر صاحب اشرفغنی همزه است. افرادی که به دکتر صاحب اشرفغنی همزه رای دادن اونا در منشور ملی دکتر صاحب اشرفغنی همزه مسائل ریافتن که با او توافق داشتن و از او حمایه کردن برای زی رای دادن. اینا به طور مثال دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس جمهور شد برای زی که اینا یعنی ادعا را کردن که 100% رای از اینا بیشتر است، رای پاک از ناپاک جدا شد، رئیس جمهور شد. و از تیم دکتر صاحب اشرفغنی همزه کدام کس رئیس اجرایی شد در اینجا، این کدام برنامه را عملی خواهد کرد؟ مثلا برنامه حالا گفتگویی که ما با آقای دانش داشتیم، معاون تیم تحول و تداوم، اونا گفتن که بر اساس برنامه اگر ما برنده شدیم برنامه از ما خواهد بود و اگر طبعا اونا برنده شدن برنامه از اونا خواهد بود. یقین باید این رقم باشه در پرینسیپ، در حالی که ما مخالف از او هست و مخالف قانون اساسی است، این قسم حکومت تشکلش. فکر کنیم که تشکیل شد، اینا برنامه دکتر صاحب عبدالله تطبیق میشه. چطور رای دهنده خود قانع میکنه دکتر صاحب اشرفغنی همزه که رفت برنامه تیم مقابل خود ای عملی میکنه؟ غیر ممکن است. حالا یک حالت استثنایی میدانن آقای رنجبر، یک حالت که افغانستان یک گام به بحران نزدیک بود و نجات دادن افغانستان بالاخره از 20 سال رفتن به پیش و تداوم دادن این وضعیت، فقط یک توجیه مصلحت گونی سیاسی برای نقض یا نفی برخی از موارد قانونی از بنیاد مخالف است. برای زی که اینمی قسم یک حکومت تشکلش ما را به طرف بحران میبره، یه آبستن یک بحران عظیم دا آینده است. به خاطر که به هیچ صورت اینا اینمی او از نگاه امو تقسیم قدرت 50% هم ای تا آخر ادامه پیدا کرده میتونه به می شکل ری جمهور به هیچ مبدل میشه اصلا و از در ارتباط به تحقق برنامه ها، او برنامه ها بسیار برنامه های بلند بالا بود از اردو تیم، این غیر ممکن است. اینا در هر قدم یک تنش خواهد بود، در هر قدم چنه زدن خواهد بود، در هر قدم باز تهدید به باز برآمدن بس به کجا. 5 سال بعد حکومت درگیر چنه زنی تمام 5 سال در چنه زنی تیر خواهد شد. یک حکومت ضعیف، نهایت ناکارا و یک حکومتی که او به هیچ صورت صلاحیت تطبیق قانون. از نظر تیوری درست چیزایی که میگم شما به گونه تیوری مطرح میکنین، طبعا ساختارهای قاعده ای حکومت ها یا مدل های حکومت در دنیا چیزایی است که یک تعریف واحد داره، زیاد هم دیدگاه متفاوت نمیشه دو توجیه شود و هم بحث قانونی هم شما بیشتر اشاره کردین. از نظر تیوری درست، اما از نظر مصلحت های سیاسی شما چی فکر میکنین؟ تاثیرگذاری نقش آمریکا را به عنوان بزرگترین مصرف کننده پول در افغانستان، فکر میکنین که جان کری این نشست یک فشار هم بوده باشه از جانب آمریکا و دو نامزد که بیشتر ابزار مختل نسادن چون اونا بسیار پول مصرف کردن اینجا، و تلفن امروز آقای اوباما خب ظاهرا خب برای مردم یک تشکری تلفنی، اما در ادبیات سیاسی مفاهیم بسیار وسیع را میتونه افاده کنه این تلفن های تماس ها از کشورهای بزرگ. ببینید من به هیچ صورت موافق به این نیستم که این قسم چنه زدن ها میتونه باعث بحران شود افغانستان. بس دقیقه برای خاطر اینکه که بحران زمانی شده میتونست که باوجود بیه که مردم در عرصه حضور نمیداشتن. 8 میلیون مردم افغانستان در هر عرصه سیاسی حضور پیدا کردن برای اولین دفعه شعوری هدفمند. ببینین یمی ادعا را عملا که ما با مردم در تماس بودم ای را بجرأت میکنم، دینی انتخابات خود جوش مردم اشتراک کرد. هر کسی که لاف میزنه که من قدر مردم را کشیدم و رفت رای داد غلط میگن. عملا در تمام امو محلات مردم
به صورت خودوش خودجوش برای من رو رای دادن، بر طرف که رای دادن، بر دو تیم. امی میکروینا بسیار بهترین نمونه ایش است. در انتخابات پارلمانی از 1,20,000 رای دهنده میفهمین چقدر تراژدی است 3,600 نفر اشتراک کرد رای دادن. تمامش روشن فکر است، قسمت اعظمش روشن فکر است. در این دفعه مثل از یک کس صدا کرده باشه سر همگی، مرد و زن از تمام بلاک ها برآمدن رفتن رای دادن. این بس هم یک بس قابل اختلاف است برای دو تیم، 8 میلیون رای و کمتر از 7 میلیون رای، دو بس متضاد است که دو تیم مطرح میکنن. اما برمیگردیم به بحث مردم، نقش مردم. ما به عنوان یک شهروند و به نمایندگی از امو کراچیوان یا به نمایندگی از امو تاکسیران یا به نمایندگی امو دکاندار یا هر کسی که شما فکر میکنید رای دادیم، چی قدم میتونیم به خاطر تعیین سرنوشت ما که در چانزنی های ملی و بین المللی در دایره چانزنی یافتید؟ عرض من این است که اگر ما از پشت پرده بکشیم میره این بحثا را قانونمند بسازیم، مردم افغانستان مردم بسیار هوشیار هستند، اینا در سنگر ضدیت با قانون استاد نمیشه. اما قبل از او چرا تا پشت پرده تا بالا باقی مانده؟ امی موضوع یک اشتباه کلان است که تا در پشت پرده باقی مانده. اول من فکر میکنم در پشت پرده چیزی نیست، ما ناخت تشویش داریم. در اونجا مسئله عام مطرح شده که حکومت وحدت ملی ساخته شود، هیچ نوع جزئیاتش سر توافق نشده به صورت قطعی. اگر میشد شما بار کنید که ما قدر هر دو تیم در این قسم مسائل افشاگرانه برخورد میکنن که وقتی اسناد میکشیدن، وقتی موضوع را برملا میکنن که این قسم توافق شده، چرا شما منکر میشین؟ نیست، توافق در جزئیات وجود نداره، خوشبختانه وجود نداره. اما فکر نمیکنید که گفته شده باشه از جانب جان کری که شما بشینین بینتان سر تقسیم قدرت جور بیاین و توجیه کنین یک بحث تکنیکی را به خاطر از اینکه پایه‌های دموکراسی و اعتبار مردم از روند انتخابات خدشه‌دار نشه؟ ببینین این بسیار محتمل است، همین چیزی که شما گفتین. زیادترین تشویش ما از این ناحیه است، برای اینکه ایالات متحده آمریکا این نسخه را در چند کشور دیگه عملی کرده، از جمله در لبنان. در لبنان ببینین که بین عیسویا و اهل سنت و اهل تشیع پارلمان، ریاست جمهوری و حکومت تقسیم شده. در عراق رئیس جمهور کرد است، چند روز پیش انتخاب شد، از طرف پارلمان انتخاب میشه رئیس جمهور در اونجا، و رئیس حکومت اهل تشیع و رئیس پارلمان اهل سنت. این عین چرا نسخه را آوردن در افغانستان گناه بزرگ، اشتباه نهایت بزرگ است، به خاطر ازی که اول در مدت کشوری پروژه ناکام بوده، هم در عراق ای آبستن نفاق شد تطبیق همی پروژه و هم در لبنان. در لبنان تا بال ثبات وجود نداره و ما فاقد ثبات هستیم و به طرف نفاق برد، نه به طرف وفاق امی پروژه، امی نسخه. و در عراق اصلا به جنگ منتهی شد و جنگ بسیار بزرگ. امیال امی کردهایی که آمدن در رأس رئیس جمهور شده نماینده کردها، فقط یک هفته پیش اینا ریفرندوم برا انداختن که ما اصلا هم رای عراق نمیخوایم. رنجبر، تاثیرگذاری نقش آمریکا به عنوان بزرگترین حامی مالی افغانستان که پس کردن پای از اونها هم یک تکان بسیار بزرگ لغزش زار میتونه بر افغانستان داشته باشه، تا چی حد است؟ اما قبل از اینکه جوابی پرسش شما رو بدین، یک وقفی کوتاه بوده بود. سلام مجدد، برنامه رای من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارای میزبانی برنامه هستم. بفرمایید. ببینین اصلا یک اشتباه بزرگی که امی کشورهایی که با ما کمک میکنن مرتکب میشن، مثلا جان کیری که اصلا قبل از اینکه این موضوعات امرای نماینده اردوستاد، امرای رئیس اردوستاد مطرح میکرد، باید امرای اقدانه افغانی مطرح میکرد. اما بحث اقدانه نیست. من عرض میکنم نه، چرا نه؟ این میشه دیدگاه ها سیاسی است، دیدگاه هم ناشی است سیاست گذاری نخبه های داخلی افغانستان نی، بلکه نخبه های سیاسی به زعم مردم و به زعم تحلیلگرا مهره های بازی شونده از جانب قدرت های بزرگ مثل آمریکا. نه، امی سوالا اگر به امرای کری مطرح شود، امی علی مطرح شود که ما امرای قانون اساسی چی کنیم،
مامرای نظام چی کنیم؟ مگر شما دستاوردهای سه ساله شما نظام ریاستی دارین. وقتی که جمهوری خواه موافق میشن یک نفر دموکرات هم شریک نمیکنن در قدرت، تیم خود میسازن. اونا اپوزیسیون هستن، در اپوزیشن اونا فعالیت میکنند که رای بیشتر بگیرن برای آینده. چرا در اونجا این مسائل مطرح نمیشه؟ و خود حتی ما به یک قید هستم، خود این معاونین بر مبنای قانون اساسی ما صلاحیت اجرایی ندارن. ما دو مرتبه در دوره 15 پارلمان اعتراض کردم که بین همی وزارتخانه را بین معاونین تقسیم کردن مغایر قانون اساسی است. برای که در ماده 60 قانون اساسی صراحت داره که معاون اول ای در حالت استعفا، در حالت مریضی و در حالت غیاب، در غیاب رئیس جمهور مطابق به احکام این قانون اساسی اجرای وظیفه میکنه. بعد ماده 67 در بند آخرش میگه که در غیاب رئیس جمهور معاون اول وظیفه که رئیس جمهور برش میتامور انجام میده، دیگه هیچ وظیفه نداره. چرا اونجا تذکر رفته ماده 60 که در بر مبنای این قانون اساسی، یعنی محدود کرده اینا را. اگه صلاحیت های دیگه باید در نظر می بود که برش داده می شد، خود قانون اساسی تذکر میده. اگر بس جمع کنیم آقای رنجبر، فکر کنم که فرصت زیاد نداریم. آقای احمد ضیاء مسعود اعتراض کرد دیروز، اعتراض جدی از نوع بزمش حکومت ائتلافی و گفت که اگر ما بازنده انتخابات شویم بهتر است در پوزیسیون بمانیم تا شریک انتخابات، و صدا کرد سر تیم رقیب که شما هم این موقف باید بگیرین. این یک نوع اختلاف نظر یا یک نوع تزلزل به زعم تیم اصلاحات و همگرایی و تحلیلگرا در داخل تیم تحول و تداوم، و از یک نازم آغاز یک جنجال های غیر قابل قبول برای ساختار بعدی سیاسی افغانستان. چالش های بسیار بزرگی که در آست چی است؟ آیا فکر میکنید که این طرح پیشنهاد شده یا این نسخه پیشنهاد شده جانکری بالاخره فرجام هم خواد داشت در افغانستان یا داره؟ اگر ما نگاه کنیم به تشکل وحدت ملی به مفهوم وسیع آن، برای اینکه محروم نسازیم مخالف خود از شریک شدن در قدرت، ببینید در خود امریکا او محروم می سازن، دموکرات ها موفق شدن اونا محروم هستن از شریک شدن در قدرت. اینی منظور خواهد بود از جان کیری که اینا به هیچ صورت باید در حاشیه قرار نگیرن. فرضاً اگر داکت سیف عبدالله رئیس جمهور میشه چی میکانیزم عملی است؟ عملی نمی است که اینا افراد از اینا که شاید یک عالم کدرا داره در تیم داکت سیف شبانی و در تیم داکت سیف عبدالله. خب اگر ما یک فرض پیش میگیریم، فرض میکنیم تیم داکتر عبدالله ده نفر شایسته برای پست وزارتخانه داره، یا پنج نفر یا ده نفر، اینا رو داکتر سیف عبدالله معرفی میکنه به عنوان وزیر، فکر میکنین که این طرح عملی است؟ پس چی فرق شده از او حکومت سامی بزم شما پیشتر، یا از اینکه یا دکتر شب عبدالله به این رقم معرفی کنه یا به او قسم دیگه پیش معرفی؟ بسیار فرق داره. مثلا کاندیدی که دکتر شب عبدالله پیشنهاد میکنه، مثلا این حقیر و فقیر میره دمی پست پیشنهاد میکنم که من مناسب تر است. به طور مثال فیاض مناسب تر است و او اسناد را میکنه، به هیچ صورت اونو باید مقرر نشه، این آدم مقرر شده ولو یه هیچ امره هیچ کس ارتباط هم نداره. به اساس ماده 50 قانون اساسی و ماده 22 قانون اساسی حقوق مساوی داره بدون تبعیض، مگر او محروم باید نشه. اگر او مستعد است و او کادری هست که شایستگی زیر داره، به هیچ صورت دکتر صاحب اشرف غنی او را محروم نمیکنه. برخلاف اگر او رئیس جمهور میشه دکتر صاحب عبدالله، از تیم دکتر صاحب اشرف غنی هم از یک تعداد کادرهایی است که او شایسته است. حالا اگر همین مثال در بتیم، فرض میکنیم که تیم اصلاحات و همگرایی پیروز انتخابات شد و تیم تحول و تداوم آقای اشرف غنی هم از پنج یا ده نفر خود معرفی میکنه، بله، پس این ده نفر برمیگرده با آقای اشرف غنی احمدزی، سهم آقای اشرف غنی احمدزی است. نه به هیچ صورت، اینجا به هیچ صورت، اینجا منظور است که این مثلا من میرم خودم چی میگم، به طور مثال میرم اسناد خود را میکنم، به طور مثال اونا میبینن که ما خدای تیم ما فعالانه علنی امرای یک تیم همکاری نکردیم. من شما میبینید مگر ما واخای یک تیم هستم پشتیبانی میکنم از یک تیم مشخص، حتی کار و فعالیت گسترده کردیم، از اون هیچ منکر نمیشم، مگر در تحلیل و قضاوت خود یک شمه هم مرا نمیتم یکی من خودم از قانون، از چوکات قانون بیرون شوم. اینالی ما که میرم در اونجا
دکتر سیب عبدالله عبدالله بگه که خودت هم رای تیم اشرف غنی بودی ما تو رو نمیگیریم به طور مثال ولو شایستگیم داریم یا مثلا دکتر سیب اشرف غنی هم از یک کسی را که از تیم عبدالله است شایستگی داره مگر چون در تیم رقیب بوده اونا باید راه داده شود اینی به مفهوم وسیعش است حکومت وحدت ملی و در غیر از او ببینید من قبلا عرض کردم اینمی رئیس اجراییوی ای به کی پاسخگو باشه برای اینکه در قانون اساسی ماده 77ش تذکر رفته که وزیر در بند آخرش است وزیر در برابر رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئول است بس واسطه وجود نداره در بین برای اینکه در رأس واحد اداری است هیچ واسطه بین ازی و رئیس جمهور نیست من از این خاطر میگم که همون معاونین وقتی که به زونا و وظایف داده میشد در وقت آقای کرزی مخالف قانون اساسی بود اینی ماده 77 صراحت داره که وزیر در برابر رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئول است اینی رئیس اجرایی پیش کی مسئول است چون در جایگاه در قانون اساسی نداره و ای اصلا هیچ است اصلا خود ما ساخته و بافتی تصور ما هست کاملا خارج از نظام است. اگر پرسش های ساده مردم جواب بدیم آقای رنجبر چی خواهد شد؟ هیچ چیز نمیشه اگر ما از قانون خارج نشیم ما همیشه یک فریاد میشه. خب اگر یک نقطه آرمانگرایانه نیست از حمایت پشتیبانی گستردی مردم برخوردار میشه حالا مردم نمیتونن نقش درست در داد اینقدر سال افغانستان بازی کنه بیشتر تصمیم گیری ها سیاسی بوده اموارد تصمیم گیری ها سیاسی گرفته شده شما باور کنید اونو حرکتی که از طرف یک تیم شد در وقت اگر کوچکترین مجال داده میشد به تیم رقیب شما میدیدیم که چطور مردم وارد عرصه میشدن در اون وقت باز یک فاجعه بود یک فاجعه به وجود میامد ما نمیتونیم گفته که مردم نقش ندارند مردم فوق العاده خصوصا بر دمی انتخابات اینا با چنگ و دندان از رای خود اجخاد کردن دفاع خواد کردن به این مناسبت است که مشوره ما ای است به هر دو تیم که اینا اول سر قرآن شریف دست میمانند و قسم یاد میکنند وقتی که حلف وفاداری یاد میکنند که اینا از قانون اساسی حراست خواد کردن اولین وظیفهشم در ماده 64 حراست از قانون اساسی است چطور اینا فکر زیر خواد کردن که خود از اینا هم به حلف اعتنا نکنن و هم به قانون اساسی حالا یک سوال بسیار کوتاه دیگه آقای رنجبر فکر میکنین که یک سیاست توطئه در افغانستان در حال تطبیق است ما از این میترسم برای اینکه اگر بنا باشد این حالت افغانستان ما ضرورت به یک حکومت بسیار نیرومند مرکزی داریم یک حکومت قوی مرکزی اول این قسم یک حکومت با وجود آوردن ضعیفترین حکومت خواهد بود حتی ما سر حکومت کرزی شکر خواهد کشیدیم شما باور کنید به مراتب عقب گرانه تر از حکومت کرزی است چرا عرض میکنم نی عین نروها در هر دو تیم تقسیم شده نروهایی که امرای آقای کرزی بود در 13 سال یک نفرم خارج نیست یا دو تیم است یا دو تیم اینا رو دوباره ما هم متحد ساختن بازم مردم افغانستان را داشی قرار دادن است اینمی تحمیل کردن یک تعداد از این افراد و اشخاصی که از او نارضایتی فواره میزد نارضایتی مردم و عامل فساد بودن در ادارات افغانستان در تمام ادارات افغانستان عامل اساسی فساد بودن اشخاص بود شخصیت ها بود اینا رو دوباره در یک تیم آوردن در یک حکومت تقسیم کردن به 50% 50% این فاجعه است ما از زیر باران میخیزیم زیر نوا میشینیم با مراتب حکومت کرده کاراتر خواهد بود نسبت به این حکومتی که من پیش بینی میکنم نسبت به حکومتی که به این فرمول ایجاد شده آخرین پرسش وقت ما تمام شد آقای رنجبر امروز هم یک بار دیگه بحث مسئله تکنیکی یا تفتیش تکنیکی متوقف شد به دلیل اختلافات بین دو تیم انتخاباتی ای 33 بار است که در 10 روز توقف پیدا میکنه و بسیار بطی هم پیش میره مثلا در ارگون یک حمله بسیار کلان شد که دو بیشتر از 100 نفر کشته شدن مردم ملکی در امروز ما در غور شاید بودیم دیروز که یک تعداد زیاد کسا از موتر پایین شدن و کشته شدن مردم های بیگناه و دامنه ناامنی ها وسعت پیدا میکنه اقتصاد مردم بسیار زیاد شکننده شده و همچنان سر و صداهای بحران سیاسی هم در افغانستان یک بحث جدی است تداوم خسته کننده ای وضعیت
پیچیده انتخاباتی در افغانستان به زعم تحلیلگرای سیاسی میتونه که مشکلات بسیار جدی را در همین سه عرصه ایجاد کنه. در نهایت چی خواهد شد؟ بسیار کوتاه. در نهایت این مربوط به ما هست. اگر واقعا تیم هر دو کاندید متعهد به مو وعده هستند که اینا به مردم افغانستان دادن و رسانه هم کمک کنن ایره. ما یک ذهنیت قانونمند حاکم می سازیم، هم در دو تیم هم در بین مردم افغانستان. اینا باید نمیتانن که براین عظیمی چه اینا شرم است که به طور یک چیزی که صراحت دارنی دو جمع دو چهار میشه. اینا خود نمیتانن که اونا چشما خود بسته کنن، مثل که یکی عظیمی بزرگای یک تیم گفت که اونا صلاحیت خود رئیس جمهور انتقال میده. خاصا کفر است، صلاحیت و وظایف با هم گری خورده و غیر قابل انتقال است. نظام تغییر میخوره، اینی بسیار مهم است. نظام ریاستی به یک نظام استبدادی ایران شما خوشبین هستین که چیز خوب میشه؟ 100% خوب میشه به شرطی که من عرض کردم که اینمی مبتنی به امی مسائلی که من مطرح کردم در رسانه ها با قوتش امی موضوعات از نگاه قانون مطرح شود، قوانین و مسائل حقوقی مطرح شوه و مبتنی به قانونمند شوه، این پروسه قانونمند شوه. چیزی که همین دو کاندید هم ادعا میکردن همیشه مجبور هستن به تفاهم برسن، در غیر از ما میانجیگری میکنیم. اتحادی اقدانان دیموکرات افغانستان حاضر است که یک ذره هم چه نکنن، سمتگیری و جدگیری نکنه و ما یک تعداد اقدانای برجستی دیگر هم جمع میکنیم و بین از اینا همه منجگیری میکنیم ملت افغانستان هم قضاوت کنن. اول در رسانه همی قضاوت ها با وجود میریم، دیگه در بین خود از اینا هم در غیر از اینا دل بسوزنن. دکتر صاحب عبدالله هم معتقد است به مردم افغانستان اعلان کرده که رئیس جمهور سلاحش زیاد است. از چی حراس داره؟ در عین زمان دکتر صاحب اشرف غنی هم از این بونه رایش نوبت پیشتر دور پیشتر بیشتر بود، باید ای هم هیچ نوع تشویش نداشته باشه. مسئله عمده مسئله اپوزیسیون است. اپوزیسیون به فرمایش ایجاد نمیشه. ای اصلا غیر قابل تصور است که ادعا میکردن که رئیس جمهور باید رئیس اپوزیسیون تعیین کنه. خو اپوزیسیون نشد، یک مامور دولت شد، یک کارمند دولت شد که رئیس جمهور رو تعیین میکنه. رئیس جمهور خود جوش از بین مردم او به وجود میاد، در مخالفت به وجود میاد با یک برنامه، او در موافقت به وجود آمده نمیتونه. او خود جزء دولت میشه وقتی که اپوزیسیون از طرف رئیسش از طرف رئیس دولت تعیین شوه و باز امو رئیس اپوزیسیون رئیس حکومت تعیین کنه. تمام از این مسائلی است که هیچ خانش با نه با قانون اساسی و نه با قانون دیگه داره. بسیار تشکر.